همراهان همیشگی سلام. در شایعه و باور غلط جنسی که حقیقت ندارند اما برخی به آنها باور دارند. قبل از تماشای این برنامه لطفاً کانال استار میدیا رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی ما دیدن نمایید. در شایعه و باور غلطی جنسی که حقیقت ندارند اما برخی به آنها باور دارند. شایعه اول: شهوت جنسی زنان 7 برابر مردان است. شایعه دوم: مایه منی برای پوست مفید است. آیا امکان انتقال بیماری مقاربتی با خوردن مایه منی وجود دارد؟ شایعه سوم: آیا خوردن منی مفید است؟ شایعه چهارم: رابطه جنسی معقدی باعث برجستگی با سن می شود. شایعه پنجم: زنان از درد کشیدن در رابطه جنسی لذت می برند. شایعه ششم: خود ارضایی باعث گودی زیر چشم ها می شود. شایعه هفتم: دختری که باکره است بازار نمی شود. شایعه هشتم: ریختن منی روی ناف باعث بارداری می شود. شایعه نهم: از روی چهره و یا راه رفتن فرد را تشخیص داد. شایعه دهم: مردها فقط دنبال سکس هستند. در این مطلب به برخی از شایعات جنسی که رواج یافته اشاره شده و توضیح برای رفع این ابهامات جنسی داده می شود. شایعه اول: شهوت جنسی زنان 7 برابر مردان است. سوالی که باید از خودتان بپرسید بر مبنای کدام معیار اندازه گیری چنین آماری منتشر می شود، حالان که تحریک پذیری و میل جنسی هر فرد نسبت به فرد دیگر متفاوت است و ممکن است زن دارای میل جنسی زیاد و زن دارای میل جنسی کمی باشد. همچنین برخی اختلالات و عوامل می تواند بر صعودی و نزولی این میل مؤثر باشند. پس این جمله که شهوت جنسی زنان 7 برابر مردان است صحیح نمی باشد و اساساً دیدگاه و نحوه تحریک پذیری مرد و زن متفاوت بوده و نمیتوان با وجود این تفاوت قیاس بین دو جنس لحاظ نمود. اما زن توانایی هایی دارد که مرد ندارد. به عنوان مثال، زنان میتوانند ارگازم های پیاپی داشته باشند و تحریک پذیری پلهی. این در حالی است که مردان بلا فاصله بعد از انزال برای مدتی در حال تحریک ناپذیری خواهند بود. بسته به سن، شرایط روحی، از چند دقیقه تا چند ساعت یا حتی چند روز. شایعه دوم: مایع منی برای پوست مفید است. مایع منی دارای مواد نگهدارنده و تقویت کننده اسپرم می باشد و این مواد ترکیبات صرف جهت نگهداری از اسپرم است. لحاظا مایع منی به صورت مستقیم هیچ تأثیر بر روی پوست انسان ندارد. آیا امکان انتقال بیماری مقاربتی با خوردن مایع منی وجود دارد؟ بله، 100%. هرچند قبل از رابطه دهانی توصیه می شود حتما اصلاح کرده و دوش بگیرید. اما در صورتی که شریک جنسی شما دچار بیماری مقاربتی مانند زیگل یا تبخال تناسلی، ویروس، سلفز، سوزاک، هپاتیت، ویروس، ایدز و غیره باشد، این نوع بیماری ها با سکس دهانی و یا خوردن مایع منی انتقال پیدا خواهد کرد. بنابراین قبل از این نوع رابطه حتما از سلامت جنسی یکدیگر مطمئن باشید. بیماری های ذکر شده از روی ظاهر تشخیص داده نمی شود، حتما باید از طریق آزمایش مشخص شود. شایعه سوم: آیا خوردن منی مفید است؟ پروتئین های موجود در مایع منی برای بدن مضر می باشد و ممکن است خورش، سوزش، درد و یا تورم را ایجاد کند. در صورتی که داخل دهان و هم از لبها، زبان، لثه ها و گلو خراشیدگی یا زخم باشد، از انجام سکس دهانی خودداری کنید، چون ریسک انتقال بیماری بالا می رود. به طور کلی قبل از رابطه جنسی دهانی حتما ناحیه تناسلی فرد مقابل را به دقت بررسی کنید. از وجود تبخال، زگل، التهاب و ترشح غیر طبیعی از تماس دهانی جلوگیری کنید و اگر آب منی را روی صورت پارتنر یا همسر خود بریزید، ممکن است حاوی باکتری بوده
بولید دهان شده و عفونت لثه در پی داشته باشد. در صورت ریختن موی منی روی مثانه همسر خود ممکن است این نوع آب بولید واجین شده و احتمال باردار شدن وجود دارد. بنابراین در صورتی که قصد بارداری ندارید احتیاط کنید. شایعه چهارم، رابطه جنسی معقدی باعث برجستگی بوسین می شود. واقعیت این است که رابطه جنسی از پشت و معقد هیچ تأثیری در بزرگ شدن بوسین ندارد. در واقع این شایعه توسط آن دست از گروه های شکل گرفته که منافع تجارت پرسود پورنوگرافی و صنعت فیلم سکس برایشان مزه کرده است. البته شاید در اثر انجام چند صد بار رابطه جنسی از پشت کمی بوسین بزرگتر شود، اما زمانی که مقایسه کنید و ضررهای همچون به اختیاری مدفع و باد معده و هزاران بیماری دیگر می شود. شاید به همین دلیل و باور غلط بعضی از زنان به این رابطه دردناک و خطرناک راضی شوند تا اندامی زیباتر داشته باشند. شایعه پنجم، زنان از درد کشیدن در رابطه جنسی لذت میبرند. یک زن و مرد که از نظر روانی سالم هستند به هیچ وجه از درد کشیدن خود و دیگری احساس لذت نمی کنند. اما افرادی که دچار اختلالات نظیر سادس و ماخزم جنسی یا هر دوی اختلال همزمان و یا چرخشی دارند از این رفتار لذت میبرند. همانطور که گفته شد نوع اختلال محسوب می شود. شایعه ششم، خود ارضایی باعث گودی زیر چشم ها می شود. خیر، خود ارضایی ارتباطی با بینایی چشم و گودی زیر چشم ندارد. آسیب های خود ارضایی در صورت احتیاط و صورت سایکولوژیک است نه فیزیولوژیک، مگر آن که فرد دچار احتیاط به خود ارضایی از نوع مریضی باشد که می تواند هر دو آسیب جسمانی و روانی را به همراه داشته باشد. شایعه هفتم، دختری که باکره است باردار نمی شود. بارداری ارتباطی به بکارت ندارد و اسپرم می تواند از منافذ پرده بکارت عبور کند و باعث القا شود. شایعه هشتم، ریختن منی روی ناف باعث بارداری می شود. این جمله صحیح نیست و تنها ورود اسپرم به رحم می تواند باعث بارداری شود و راه ورودی به رحم واژن است نه معقد نه ناف و نه دهان. شایعه نهم، از روی چهره و یا راه رفتن فرد میتوان باکره بودن را تشخیص داد. به هیچ وجه از وضعیت ظاهری و یا راه رفتن نمیتوان چنین تشخیص داد و اساسا هیچ ارتباطی ندارد. شایعه دهم، مردها فقط دنبال سکس هستند. میل جنسی مردان از غرایز آشکار آنها میباشد، اما این بدان معنا نیست که مردان در ارتباط با زنان فقط به دنبال تأمین غریزه خود هستند. همانطوری که زنها تنها برای احساسات با مردها رابطه برقرار نمی کند، تکامل انسان به پیوند با جنس مخالف وابسته است. در یکی میل جنسی از غرایز آشکار و در دیگری احساس، اما بدان معنی نیست که نیاز به یکدیگر ندارند. تشکر از توجه و همراهیتون. لطفاً کانال استار میدیا رو با سابسکرایب نمودنتون همکاری نمایید.